همزمان با افزایش نگرانی‌ها از گسترش ابتلا به ویروس زیکا در برزیل که یکی از مراکز این بیماری است، فستیوالی برای افزایش آگاهی مردم و جهانگردان در مورد راه‌های جلوگیری از ابتلا به ویروس زیکا برگزار شده. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. مقام‌های بهداشتی بنیاد اوسوالدو کروز که وابسته به وزارت بهداری برزیل است اعلام کردند که نمونه‌هایی از ویروس زنده زیکا را در آب دهان و ادرار انسان یافتند. خیلی عجیب است که ویروس زیکا در ادرار پیدا شده، زیرا ادرار محیطی اسیدی دارد و پی‌اچ آن باعث غیرفعال شدن ویروس می شود. ضمناً اگر افراد در برقراری روابط جنسیشان با این و آن مراقب نباشند، آشکار است که این ویروس از طریق بوسیدن هم انتقال می‌یابد. اما هنوز مطالعات ما تکمیل نشده و شما را به خدا این را به عنوان یک دستور عمل دولتی اعلام نکنید. شهر 370 هزار نفره ریسیفی در شمال شرق برزیل مرکز بیماری زیکا در آن کشور شناخته شده و تا به حال صدها کودک بر اثر ابتلای به آن با عارضه میکروسفالی یا خردسری به دنیا آمدند. مقام‌های شهر اولیندا نیز که نزدیک شهر ریسیفی است، فستیوالی از نوجوانان برگزار کردند که هدف از آن افزایش آگاهی مردم و جهانگردان در مورد بیماری زیکا، مبارزه با حشره ناقل آیدس و راه‌های مراقبت و عدم ابتلای به این بیماری است. جیم ناکاستا، هماهنگ کننده این فستیوال، نیز میگوید هسته یا سلول‌هایی از نوجوانان تشکیل شده که بلوک‌ها یا گروه فستیوال نامیده می‌شود و با آموزش در محل و پخش بروشور، اطلاعات لازم در مورد راه‌های عدم ابتلای به این بیماری در اختیار مردم و جهانگردان گذاشته شده است. هفته گذشته سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای نسبت به احتمال گسترش سریع بیماری زیکا هشدار داد و اعلام روز جمعه مقام‌های برزیلی در مورد پیدا شدن ویروس زیکا در ادرار و آب دهان انسان نگرانی در این مورد را افزایش داده است. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.